سلام به تمامی همراهان عزیز لذت داستان. من شهرزاد هستم و امشب براتون دو حکایت شیرین از حکایات و افسانه های کهن ایرانی رو میخونم. امیدوارم که از شنیدن این داستان های زیبا لذت ببرید. داستان حکیم و تاجر. در سالیان پیش روزگاران قدیم، از شهری و سرزمینی تاجری و حکیمی قصد سفر کردند. تاجر برای تجارت و حکیم برای سیاحت. تاجر همراه خودش گوهری داشت که دار و ندارش بود. حکیم هم گوهر علم و معرفت و دانایی را داشت که در شبهای تاریک زندگی چراغ و روشناییش بود. تاجر به دنبال سود و مال دنیا بود و همین خاطر هم تن به سفر داده بود. حکیم سوداگر کالای دانش و روشنایی. حکیم و تاجر که هم شهری بودند و کم و بیش هم دیگر را می شناختند، خیلی زود در دوستی و رفاقت را به روی هم باز کردند و همراه قافله به راه افتادند. تاجر برای اینکه بتواند مال و داراییش را از چشمان نامحرم و دزدان قافله دور نگه دارد، همه پولش را داده بود و یک گوهر خریده بود. آن را پر شالش گذاشته بود. او قصد داشت وقتی به جای مناسبی رسید، کالایی بخرد و به شهر و دیار خودش برگردد. حکیم هم به دنبال تجربه بیشتر در زندگی بود. دوست داشت با سفر چیزهای تازه‌ای یاد بگیرد و خودش هم آنها را به دوستداران علم و معرفت بیاموزد. وقتی چند روزی دو همسفر قصه ما رفتند و از شهر و کاشانی خود دور شدند، تاجر که حسابی با حکیم همدم و هم صحبت شده بود رو به او کرد و گفت: خب حکیم، چطور شد که تو علاقه من شدی و قصد سفر کردی؟ چه سودی در انتظار توست که اینطور تن به خطر داده ای؟ رنج سفر را به جان خریده ای و از گرما و سرما و تشنگی و گرسنگی نترسیده ای؟ حکیم گفت: کسب معرفت و دانش، خودشناسی و خداشناسی، گرفتن دست کسانی که به علم و عمل من نیازمندند، چه تجارتی بالاتر از این و چه سودی بیشتر از این دانش ها؟ تاجر لبخندی زد، در حالی که سعی میکرد نشان بدهد خیلی میداند، گفت: کدام سود، کدام بهره بند خدا؟ من که اگر بدانم سفر برایم حداقل چندین کیسه زر فایده ندارد، پا از خانه بیرون نمیگذارم. آدم این همه تن به خطر بسپارد به خاطر هیچ و پوچ؟ نه هم سفر، این سفر برای تو هیچ فایده ای ندارد. ای کاش مثل من با خودت گوهری می آوردی و تجارتی می کردی. حکیم حرفای تاجر را از اول تا آخر گوش کرد. بعد گفت: البته من مخالف تجارت و به دست آوردن زر و سیم حلال نیستم. ولی ای مرد، آنچه همیشه انیس و مونس آدمیزاد است، آموخته‌هایش از علم و هنر و ادب است. مال و دارایی دنیا چیز جاویدی نیست، زود از بین می رود. پس چرا به چیزی علاقمند بشویم و دل ببندیم که برای ما ماندگار نیست؟ تاجر گفت: نه رفیق، این حرف تو آنقدرها هم که فکر می کنی خریدار ندارد. لااقل اگر همه دنیا هم قبول کنند، من یکی زیر بار نمی روم. حکیم گفت: البته من نمی گویم که حرف من حق است و تو باید هرچه من می گویم قبول کنی، ولی بدان درخت دانش و معرفت همیشه سرسبز است و بار دارد. آدمیان هر وقت که بخواهند می توانند از میوه هایش بخورند و زیر سایه‌اش زندگی کنند. در حالی که پول و دارایی و زرق و برق بیش از حد این دنیا کمینگاه شیطان است. آدم و بنی آدم را به دام خودش می اندازد و همه را در گرداب خودش غرق می کند. دو همسفر یعنی تاجر و حکیم گرم صحبت و گفتگو بودند. از هر دری می گفتند و می شنیدند که یک دفعه از دور گرد و غباری را دیدند.
از میان گرد و غبار چند سوار شمشیر به دست را که با تیغ‌های اوریان فریاد کنان و جیغ کشان به طرف قافله می آمدند. اهل قافله با دیدن حرامیان که یک دفعه از زمین سبز شده بودند به تکاپو افتادند. شمشیر زنان کاروان خودشان را آماده نبرد و کارزار کردند. تاجر با دیدن این وضع رنگ رویش پرید، رو به همسفرش کرد و گفت: ای رفیق، حالا چه باید کرد؟ شاید الان آنچه از علم و حکمت یاد گرفته ای به کار آید. حالا به نظر تو چه راهی پیش پای ماست؟ حکیم گفت: زود از قافله جدا بشویم، خودمان را پنهان کنیم. وقتی آبها از آسیاب افتاد و دیگر از حرامیان خبری نبود، آن وقت می نشینیم و فکر می کنیم که چه باید کرد. تاجر گفت: عجب، این دیگر چه فکریست حکیم؟ ما اگر از این قافله جدا بشویم، آن وقت به کجا راه می بریم؟ از کجا معلوم که بتوانیم به آب و آبادی برسیم؟ از کجا معلوم که به زهر گزندهی یا زخم درندهی هلاک نشویم؟ حکیم گفت: بنده خدا، بیشتر از این معطل نکن. اگر دیر به جنبی، کار از کار می گذرد. آن وقت دیگر هیچ چیز چاره ناچار ما نمی شود. حکیم این را گفت و همسفرش یعنی تاجر را به طرف تپه‌ای که دور از چشم حرامیان و دزدان بود برد. بله عزیزان، چشمتان روز بعد نبیند. دزدان راه زنان به قافله زدند، اموال را غارت کردند. آنهایی را که از خودشان مقاومتی نشان دادند از دم تیغ آبدار گذراندند. بقیه را هم همراه خودشان به اسیری بردند تا هر جا که مناسب دیدند رهایشان کنند به امان خدا، که یا بمیرند یا جان به در برند. حکیم و تاجر که این اوضاع را از دور می دیدند و دم نمی زدند، با دور شدن راه زنان در دل صحرا کمی آرامش خاطر پیدا کردند، نفس راحتی کشیدند. تاجر از سر غم و اندوه آهی کشید و گفت: بیچاره شدم، حالا در این بیابان چه کنم؟ حکیم گفت: خدا را شکر کن، قدر این عافیت را بدان. مطمئن باش اگر در کنار کاروانیان میماندی، نه تنها جان سالم به در نمی بردی، بلکه هر چه داشتی راه زنان از دستت می گرفتند. بعد هم برای اینکه مدعی نداشته باشند، بند از بندت جدا می کردند. حالان که من اگر در کنار اهل قافله می ماندم، جان سالم به در می بردم. چون نه تاجر هستم که از مال و داراییم به هوس بیفتند، نه شمشیر زن که از برق تیغم بترسند. پیر مردی هستم ساده پوش و بی مال و دارایی. تاجر گفت: پس چرا کنار کاروانیان نماندی؟ حکیم گفت: به خاطر تو دوست من، مگر نشنیده ای که آدم نباید رفیق نیمه راه باشد؟ تاجر گفت: خب حکیم، عقل و درایت و تیزهوشی تو باعث شد که من جان سالم به در ببرم. امیدوارم از این به بعد پول و ثروت من به کمک ما بیاید، تا بفهمی که در این بیابان برهوت علم و معرفت به کار می آید یا درهم و دینار. الحکایت، تاجر و حکیم دوباره زدند به راه، رفتند و رفتند و رفتند، اما هرچه می رفتند به جایی نمی رسیدند. آنچه قوت و غذا داشتند خوردند، آب را هم نوشیدند. یک دفعه چشم باز کردند، دیدند ایداد بیداد، دیگر از خورد و خوراک هیچ خبری نیست. اگر همینطوری پیش بروند و به جایی نرسند، در آن بیابان بیاب و علف از تشنگی و گرسنگی هلاک می شوند. مرد تاجر خیلی بیقراری می کرد، دائم از خانه و جاه و جلال زندگیش می گفت. از این که می دید از آن همه راحتی و آسایش بریده و حالا در این صحرای بی سر و ته گرفتار شده، افسوس و قبطه می خورد. اما حکیم تاجر را به صبر دعوت می کرد. نظرش به لطف خدا بود و اینکه شاید راه نجاتی پیدا کنند. بله، دو همسفر همینطور که می رفتند، یک دفعه از دور چادری دیدند. صاحب چادر مرد بادیه نشینی بود. حکیم گفت: ای بنده خدا، دیگر غم و غصه به دل راه نده که رسیدیم.
بالاخره گره از کار ما باز شد. حکیم و تاجر خسته و کوفته و گرسنه و تشنه به چادر رسیدند. در این چند روز آنقدر لاغر و ضعیف و رنجور شده بودند که از دور رنگ چهره هایشان خبر از حال زارشان می داد. مرد بادیه نشین و زنش تا این مهمان های ناخوانده را با آن حال و روز دیدند دست به کار شدند. مرد کمی آب و نان و شیر گوسفند برای آنها آورد. در خیمه از آنها پذیرایی و تر و خشکشان کرد. خلاصه حسابی بار آن همه خستگی و کوفتگی را از روی دوششان برداشت. وقتی دو میهمان سر حال آمدند، مرد صحرانشین با آنها گرم گفتگو شد. از هر دری گفتند و شنیدند. از همه بیشتر حکیم صحبت کرد. حکیمی که دهان به صحبت باز می کرد، هر شنونده ای را شیفته و علاقمند حرفهایش می کرد. مرد صحرانشین هم همین حال را پیدا کرد. او که در عمرش نظیر چنین آدمی را ندیده بود و چنین حرفهایی را نشنیده بود، با صحبتهای حکیم احساس کرد گنجینه پربهایی به دست آورده که هرچه از آن بر می دارد بیشتر متوجه بزرگی و ارزشان می شود. خلاصه حکیم و صحرانشین طوری با هم دوست شدند که انگار 100 سال است همدیگر را می شناسند. حالا برویم سراغ تاجر. تاجر که نان و شیر را دید و خورد و سیر شد، اشتهایش بازتر شد. هوس گوشت بریان گوسفند کرد، ولی خجالت کشید که این خواستش را بر زبان بیاورد. فقط گفت: ای مرد بادیه نشین، زود باش، باز هم برای من غذا بیاور. مطمئن باش که بابت این غذاها پول خوبی به تو میدهم. درست است که ظاهراً وضعم آشفته است، اما من تاجرم، با خودم متاع گران قیمتی دارم، از دادن پول غذای تو عاجز نیستم. مرد صحرانشین با شنیدن این حرف رنگ از رخسارش پرید. گفت: ای مرد، مگر من وقتی شما را به خیمه خودم دعوت کردم حرفی از پول زدم؟ مگر اصلا خبر داشتم چیزی دارید یا نه؟ من اگر به شما این نان و آب و شیر ناقابل را دادم، فقط به خاطر خدا و از روی جوان مردی بود. وگرنه این قوت و غذا بهای جان توست. این بها را تو هیچ وقت نمی توانی بپردازی. حکیم که دید مرد صحرانشین از حرف تاجر ناراحت شده، شروع به صحبت کرد. سعی کرد هر طور شده دل او را به دست بیاورد. صحرانشین در جواب گفت: ای حکیم، اگر به خاطر حرفهای پندآموز تو نبود، من هرگز از این همسفرت نمی گذشتم. صحبتهای چون در و گوهر تو بهترین بهای این چیزی بود که در این خیمه کوچک من خوردید. من فکر می کنم خیلی بیشتر از آن چه باید گرفتم. بالاخره حکیم دل مرد صحرانشین را نرم کرد. از او پرسید: خب بنده ی خوب خدا، حالا اگر ما بخواهیم به آب آبادی برسیم، از کدام طرف باید برویم؟ صحرانشین با دست مغرب را نشان داد. گفت: اگر 3 روز به طرف مغرب راه بروید، به دریا می رسید. به دریا که رسیدید، سوار بر کشتی بشوید، از آنجا هر جا که خواستید بروید. حکیم و تاجر بلند شدند، کمی غذا هم از مرد صحرانشین گرفتند و هر طور که بود چند دیناری به او دادند و راه افتادند. مدتی که رفتند تاجر گفت: عجب میزبان بد اخلاقی، هرچه به ما داده بود زهرمان کرد. حکیم گفت: نه هم سفر، این تو بودی که باعث شدی او بد اخلاق بشود. مگر ندیدی وقتی به خیمه او رسیدیم چطور با روی گشاده از ما پذیرایی کرد؟ حالا دیدی برادر، دیدی اینجا هم گوهر تو کارساز نشد. تاجر گفت: خب بالاخره این پول ما هم روزی به کار می آید. خوب هم به کار می آید. آن وقت خواهی دید این علم و معرفت تو بعضی جاها هیچ ارزشی ندارد. تاجر و حکیم آنقدر گرم گفتگو و صحبت بودند که اصلا نمی فهمیدند راه را چطور طی می کنند. بالاخره هر طور که بود بعد از 3 روز به دریا رسیدند.
مدتی آنجا منتظر ماندند تا کشتی از راه رسید. تاجر و حکیم خوشحال شدند، به طرف کشتی رفتند. اما تا خواستند سوار بشوند، ناخدا گفت: چه خبر است؟ چرا اینقدر عجله؟ شما که میخواهید با کشتی به سفر بروید، پول هم با خودتان دارید؟ تاجر با شنیدن این حرف گل از گلش شکفت. گفت: بله ناخدا، پول دارم، آنقدر که میتوانم کشتی تو را بخرم. باری بعد هم هر دو بالا رفتند و سوار بر کشتی شدند. کشتی که راه افتاد، تاجر رو به همسفرش کرد و گفت: خب، حالا باز هم عقیده داری از پول و دارایی این دنیا کاری ساخته نیست؟ حکیم گفت: کاری که ساخته است، ولی آنچه همیشه باقی میماند علم و معرفت است. حکیم و تاجر گرم گفتگو بودند که کشتی با بادبانهای برافراشته به راه افتاد و در دل دریا پیش رفت. چند روزی بود که دو همسفر سوار بر کشتی غرق در فکر و خیال خودشان بودند. تاجر در این فکر بود که چه بخرد که سود بیشتری داشته باشد و چه سوغاتی برای خانوادهش ببرد که آنها را بیشتر ذوق زده کند. حکیم در این اندیشه که از این سفر چه چیزهای تازه‌ای میتواند بیاموزد و بر اندوخته‌های پیشینش اضافه کند. هر دو در فکر خودشان غوطه‌ور بودند که ناگهان جار و جنجال و سر و صدایی شنیدند. مثل کسانی که از خواب پریده باشند، سرها را برگرداندند. ملاحانه کشتی را دیدند که با دست ابرهای سیاه را در آسمان نشان می دادند. مثل اینکه هوا می خواست طوفانی شود. مسافران کشتی با شنیدن این خبر به دست و پا افتادند که کاری بکنند و چاره‌ای بیندیشند. ناخدا گفت: بهترین کار این است که هرچه زودتر مسافران بارهای سنگین خودشان را به دریا بریزند تا ما زودتر بتوانیم حرکت کنیم. وقتی امواج کوه پیکر از هر طرف بر کشتی کوبیدند، من بهتر بتوانم کشتی را هدایت کنم. از این حرف ناخدا بانگ فریاد و اعتراض صاحبان کالا در کشتی بلند شد که هنوز خبری نشده. دلیل ندارد ما به خاطر دو تک ابر دار و ندار من را به دریا بریزیم. حکیم رو به همسفرش کرد و گفت: میبینی بنده خدا، اینها سر و جانشان را فدای این مال بیارزش دنیا میکنند. وقتی ناخدا میگوید کشتی باید سبک بشود، از روی حساب این حرف را میزند، وگرنه او که در این میان سودی آیدش نمیشود. تاجر گفت: خب درست میگویند، من که با آن شکل کالایی ندارم، اما اگر من جای اینها بودم به حرف ناخدا گوش نمی دادم. اهل کشتی و صاحبان کالا با ناخدا سرگرم بحث و گفتگو بودند. یک دفعه زمین و زمان دگرگون شد. نسیم باد و باد، تند باد و تند باد، طوفانی سهمگین شد. امواج کوه مانند از هر طرف به کشتی خوردند و آن را مثل پر کاهی به هر طرف پرت کردند. صاحبان کالا که این وضع را دیدند، شروع به ناله و افغان کردند. انگشت پشیمانی و حسرت به دندان گزیدند که چرا به حرف ناخدا گوش نسپرده. از ملاحان خواستند به آنها کمک کنند، هرچه زودتر مال و تجاری آنها را به دریا بریزند. ناخدا گفت: دیگر کار از کار گذشته، الان دیگر دیر است. آنچه هیچ فایده ندارد همین حسرت و پشیمانی شماست. تاجر در حالی که از ترس رنگ برو نداشت، رو به حکیم کرد و گفت: چاره چیست؟ حالا ما باید چه کنیم؟ حکیم گفت: نمیدانم، باید رفت و دید. تاجر دست زیر شالش کرد، در حالی که میخواست از بودن گوهر گران قیمتش مطمئن بشود، گفت: با این سرمایهی که من دارم، هر کالایی که باشد میتوانم بخرم. تاجر داشت این حرفا را میزد که یک دفعه دهانش قفل شد. رنگش مثل گچ سفید شد. حکیم گفت: چه شده بنده خدا؟ این چه حال و روزی است؟ تاجر در حالی که دست و پایش میلرزید، بریده بریده گفت: نیست،
آن گوهر گران قیمت نیست؟ حکیم پرسید: یعنی آن گوهر چه شده؟ تاجر در حالی که اشک می‌ریخت گفت: قبل از اینکه کشتی غرق بشود آن گوهر پریشانم بود، خودم آن را در دستم گرفتم و لمس کردم. حتما وقتی که به تخت پاره چسبیده بودیم توی دریا افتاده. حکیم گفت: بنده خدا، بالاخره گذشته ها گذشته. دیدی که به تو گفتم نباید به چیز فانی امید بست؟ متاع این دنیا فانی است. حالا ناامید هم نشو، برویم توی این شهر ببینیم چه خبر است. بله دوستان، حکیم و تاجر به شهر رفتند. شهری بود غریب و ناآشنا. آنجا دیگر تنها چیزی که به کار می آمد همان علم و معرفت حکیم بود. به فاصله کوتاهی حکیم با استفاده از دانش و معرفتی که داشت جزء دانایان آن شهر به حساب آمد. مدرسه ای دایر کرد. در این میان هم سفرش هم کنار او به سر و سامانی رسید. داستان ماهیگیر و مرغ دریایی. سالها پیش در کنار دریایی دوردست ماهیگیری با زن و فرزندانش زندگی می کرد. ماهیگیر صبح زود از کلبهش بیرون می آمد، دل به دریا می زد. او بعد از اینکه چند تایی ماهی کوچک و بزرگ صید می کرد، دریا را به حال خود می گذاشت، به کلبه برمی گشت. خلاصه زندگی ماهیگیر به همین ترتیب می گذاشت. اما یک دفعه وضع از این رو به آن رو شد. ماهیگیر که به قول معروف زندگیش رو به راه شده بود، حالا دستش از رزق و روزی خالی شد. از آن به بعد هر وقت از دریا بر می گشت سرافکنده و سر به زیر بود. همسر ماهیگیر که وضع را اینطور دید، یک روز از او پرسید: مرد، بگو بدانم چطور شد؟ چرا یک دفعه ما اینقدر گرفتار و ندار شدیم؟ نکند دیگر آنطور که باید و شاید دست و دلت به کار نمی رود؟ ماهیگیر گفت: این چه حرفیست؟ من کی کوتاهی کردم؟ نمی دانم چرا یک دفعه اوضاع در هم ریخت، ولی هر طور که شده سعی می کنم بالاخره از این موضوع سر در بیاورم. همسر ماهیگیر که آدم با خدایی بود گفت: البته من نمی گویم که تو کوتاهی کردی. روزی همه بندگان دست خداست. با چند روزی پس و پیش شدن هم نباید دل نگران شد. اما حالا همت بیشتری به خرج بده. به جاهای دیگری از دریا برو. شاید این طرف دریا از ماهی خالی شده. ماهیگیر فکری کرد و گفت: نه، من فکر نمی کنم ماهی های این نزدیکی ها تمام شده باشد. حتما علت دیگری دارد. بعد در حالی که به طرف دریا می رفت گفت: اگر خدا بخواهد امروز دیگر از همه چیز سر در می آورم. مطمئن باش به زودی دوباره زندگی من رو به راه می شود و کلبه را پر از ماهی می کنم. ماهیگیر بعد از این حرف سوار قایق شد و زد به دریا. او بعد از مدتی که در دریا تلاش کرد و کاری پیش نبرد بالای سر خودش را نگاه کرد. چند مرغ دریایی را دید. از همانجا صدا زد: آهای مرغ های دریا، چی از جان ما می خواهید؟ شما جلوی روزی ما را گرفته اید. آخر تا کی می خواهید ماهی های این دریا را بخورید؟ ماهیگیر که فکر می کرد باعث اصلی ماهی نگرفتن او همین مرغ های دریایی هستند، با این کار قصد داشت آنها را از آن نزدیکی دور کند تا با خیال راحت هرچه می شود ماهی بگیرد. در جواب ماهیگیر یک مرغ دریایی پایین آمد، کنار قایق او نشست، پرسید: چه خبر شده ماهیگیر؟ برای چه مرغ‌های دریایی باید از اینجا بروند؟ ماهیگیر که خیلی هم ناراحت بود گفت: مگر نمی‌دانی مدتی است که من به دریا می‌زنم و دست خالی به کلبه‌ام برمی‌گردم. امروز فهمیدم علت این گرفتاری من شما مرغ‌ها هستید. حالا زود باشید، هرچه زودتر از این دور و بر دور شوید. مرغ دریایی گفت: این چه حرفیست ماهیگیر؟ مگر ما مرغ‌های دریا بیشتر از شکم خودمان می‌خوریم؟ تو یک نگاه به این شکم بینداز.
مگر در این شکم چقدر ماهی جا می گیرد؟ مگر ماهی های بزرگ دریا را هم ما می گیریم؟ چرا می خواهی بعد از سالها ما را از اینجا آواره و سرگردان بکنی؟ ماهی گیر که دیگر نادانی و ندانم کاری چراغ عقلش را خاموش کرده بود گفت: به من مربوط نیست. اگر شما مرغ‌های دریایی چند سال است که اینجا زندگی می کنید، خب من هم سال هاست اینجا زندگی می کنم. به دوست و آشنا و خیشانت بگو فردا که می آیم برای ماهی گیری اگر شما را اینجا دیدم. مرغ دریایی میان حرف او پرید گفت: این کار را نکن، خدا را خوش نمی آید. این دریا تا چشم کار می کند گسترده است. خب اگر می بینی کار سخت شده، برو یک جای دیگر ماهی بگیر. چرا باید حتما اینجا ماهی بگیری؟ ماهی گیر که دیگر اصلا حوصله جواب دادن نداشت گفت: تو خودت از اینجا برو. من صاحب کلبه ای هستم. سالهای سال هم هست که اینجا زندگی می کنم. مثل شما مرغ‌های دریایی هم بال و پر ندارم که زود بتوانم بروم یک جای دیگر. پس این شما هستید که باید هرچه زودتر زحمت را کم کنید و بروید. مرغ دریایی با التماس گفت: بیا و چند روز دیگر هم صبر کن. اگر گشایشی در کارهایت پیدا نشد، آن وقت ما از اینجا می رویم. خدا برایت نمی سازد ها. ما کوتاه می آییم. تو هم گذشت کن تا خدا کمکت کند و کار و زندگیت رو به راه شود. ماهیگیر این حرف را که از مرغ دریایی شنید از جا بلند شد. گفت: مثل این که از در مهر و محبت وارد شدن فایده ای ندارد. من فردا با تیر و کمان به کنار دریا میام. اگر یک مرغ دریایی اینجا ببینم سرش را به بالش میدوزم. حالا زبان مرا فهمیدی؟ مرغ دریایی که این حرف را شنید سری تکان داد، از کنار قایق بلند شد و پر کشید در آسمان. بعد مرغ‌های دریایی هم که می دانستند آدمیزاد اگر حرفی بزند بی برو برگرد با آن عمل می کند، همان روز از آن حوالی کوچ کردند و با غم و اندوه رفتند. از آن طرف ماهیگیر که مرغ‌های دریایی را از آن نزدیک رانده و تارانده بود، خوشحال و خرسند به کلبهش برگشت. به همسرش گفت: زن، مژده بده که کارمان رو به راه شد. از فردا آنقدر از دریا صید می کنم که اینجا را ماهی بردارد. همسرش پرسید: چطور؟ مگر خبری شده؟ ماهیگیر که از خوشحالی سر از پا نمی شناخت گفت: زیاد عجله نکن. به زودی همه چیز را می فهمی. فقط خودت را برای کلی کار آماده کن. ماهیگیر فردای آن روز وسایل کارش را آماده کرد و سوار قایق شد. زد به دریا. حالا دیگر از مرغ‌های دریایی خبری نبود. او فکر می‌کرد هر کاری که می‌خواهد می‌تواند انجام بدهد. هر جای آن دریا که می‌خواهد می‌تواند برود. در وقت نبودن مرغ‌های دریایی که قبلاً چند روز یک بار به داخل آب شیرجه می‌رفتند و ماهی می گرفتند، هرچه می خواهد می تواند ماهی بگیرد. ماهیگیر مشغول گشت زدن و ماهی گرفتن در دریای ساکت و خاموش شد. اما هنوز چیزی نگذشته بود که احساس کرد کف قایق خیس شده. خیال کرد که از بیرون آب توی قایق ریخته. اما خوب که دقت کرد دیده ای دل غافل، قایق سوراخ شده. اگر دیر به جنبد و کاری نکند خودش و قایق به ته دریا فرو می روند. او که حسابی دست و پایش رو گم کرده بود با ترس و لرز و عجله به طرف ساحل پارو زد. بعد هم با هر سختی که بود قایق را به خشکی کشید. از این کار که خلاص شد خسته و کوفته خودش را به کلبه رساند و روی زمین پهن شد. همسر ماهیگیر وقتی شوهرش را با این حال و روز دید اول وحشت کرد، اما وقتی بالاخره خستگی و کوفتگی از تن مرد در رفت و اتفاقی را که افتاده بود تعریف کرد به او گفت: آخه این چه وضعی است که برای خودت درست کرده ای؟ تو که می گفتی دیگر از فردا کلی ماهی می گیرم. ماهیگیر گفت: چه کار کنم؟ معلوم نیست یک دفعه چه بلایی سر قایق آمد، سوراخ شد.
وگرنه تا الان شاید نصف قایق پر از ماهی شده بود. زن ماهیگیر که از همسرش صبورتر بود گفت: خب قایق را تعمیر کن، دوباره بزن به دریا. نه انقدرها پیر شده ای و نه تن ناسالمی داری. فردا هم روز خداست، پس فردا هم روز خداست. بلند شو، اینقدر زانوی غم بغل نگیر. ماهیگیر از جا بلند شد و رفت تا سری به قایق سوراخ شده بزند. اما وقتی آن را دید از ته دل آه کشید. بله دوستان، قایق طوری سوراخ شده بود که برای تعمیر آن حداقل 2-3 روز وقت لازم بود. اما به هر حال چاره ای نبود. ماهیگیر بایست به کار تن می داد. هر طور که بود قایق را رو به راه و آماده می کرد. او مشغول شد. 2-3 روز از صبح تا شب کار کرد. عاقبت قایق را آماده کرد تا دوباره بزند به دریا، برود سر وقت ماهیگیری. وقتی دوباره عزم دریا کرد پیش زنش رفت. گفت: قایق از اولش هم بهتر شده. اصلا این قایق باید سوراخ می شد تا من آن را تعمیر می کردم، چون با آن وضع ممکن نبود بتوانم قایق را پر از ماهی کنم. حالا دیگر هرچه هم ماهی بگیرم و توی قایق بریزم باز هم در دریا سر پا می ماند. همسر ماهیگیر وقتی این حرف ها را از شوهرش شنید آهی کشید و گفت: خدا کند همین طور باشد که تو می گویی. به هر حال مواظب خودت باش، لازم هم نیست زیاد خودت را به زحمت بیاندازی. تو کار خودت را بکن، برو سراغ صید و ماهیگیری، هرچه خیر باشد پیش می آید. ماهیگیر که برایش سخت بود پند و اندرزی را از زبان همسرش بشنود، سری تکان داد و گفت: باشد زن، ولی تو هم بدان که من می دانم چه باید بکنم. چه درد سرتان بدهم؟ فردا یا آن روز ماهیگیر خوشحال و سرحال زد به دریا. نگاهی به اطرافش انداخت، گفت: حالا دیگر این دریا مال من است، هرچه بخواهم ماهی می گیرم. بعد هم زنبیل ماهیگیریش را در آب انداخت. کمی بعد مشغول کشیدن آن با طناب شد. چند بار زنبیل را به آب انداخت و بیرون کشید، اما از ماهی خبری نشد که نشد. بالاخره درست در آن لحظه ای که باز داشت عصبانی می شد، احساس کرد که در سبدش یک ماهی افتاد. سبد را از آب بیرون کشید، یک ماهی کوچک در آن دید. در حالی که از خوشحالی نمی دانست چه باید بکند، ماهی را گرفت. گفت: ببین مرغ‌های دریایی چطور جلوی رزق و روزی مرا گرفته بودند. تازه اولش است، الان است که دیگر آن گره کور باز بشود و من این دریا را از ماهی خالی کنم. ماهیگیری را گفت، در دریا جلوتر رفت با این امید که هرچه زودتر قایقش را از ماهی پر کند. اما هنوز چیزی نگذشته بود که دید آسمان بالای سرش سیاه شد. ابرهای بارانزا از راه رسیدند. این وضع خبر از رسیدن طوفان می‌داد. ماهیگیر که برایش سخت بود از دریا دل بکند و روانه کلبه‌اش بشود، باز هم در دریا پیش رفت. این در حالی بود که ابرهای سیاه لحظه لحظه به هم دیگر پیوند می‌خوردند. باد تند دریا را بیقرارتر می کرد. امواج کوه پیکر از راه می رسید. او تصمیم گرفت به کلبش برگردد. اما با خودش گفت: این آشفتگی دریا زود گذر است. چیزی نمی گذرد که دوباره همه چیز رو به راه می شود. من که ماهیگیر دریا دیده‌ای هستم، نباید به این زودی میدان را ترک کنم و به کلبه برگردم. ولی هنوز چیزی از این فکر نگذشته بود که موج کوه پیکری از راه رسید. او و قایقش را سوار کرد و بالا برد. خلاصه وقتی چشم باز کرد و خوب اطرافش را نگاه کرد، از ساحل و کلبهش و دریا هیچ اثری ندید. حالا هرچه می دید دریا بود و موجهای کفالود. چیزی نگذشت که امواج دریا او را از قایق به بیرون پرتاب کردند. ماهیگیر به طرفی رفت و قایقش به طرفی دیگر. وقتی به هوش آمد دید خودش به گوشه ای از خشکی پرت شده، قایقش هم شکسته. ماهیگیر وقتی حال روز خودش را این طور دید،
از ته دل ناله ای کرد، دو دستی بر سرش زد و به گریه افتاد. وقتی به خودش آمد و فهمید که از چه بلایی جان سالم به در برده، ناراحت و غمگین راه افتاد به طرف کلبش. اهل و عیال ماهیگیر وقتی او را با حال و روز پریشان دیدند، زود مشغول تر و خشک کردن او شدند. همسرش گفت: این چه بلایی بود که سرت آمد؟ تو که رفته بودی که با قایق پر از ماهی به کلبه برگردی. ماهیگیر که از این گرفتاری ها دلش خیلی پر بود گفت: من فقط می دانم که همه دست به یکی کردند که بیچاره هم کنند. اولان مرغ‌های دریایی، بعد همان صخره‌ای که قایق را سوراخ کرد، حالا هم که طوفان زد و قایق را شکست. همسر ماهیگیر گفت: گوش کن مرد، حتما خیر و صلاحی در این کارها بوده. تو نباید به این زودی از میدان در بروی. ماهیگیر که از حرف زنش عصبانی شده بود گفت: دلت خوش استا، کدام خیر و صلاح؟ من چند وقت است دارم پشت سر هم بد می آورم. هرچه بیشتر زحمت می کشم، کمتر چیزی به دستم می آید. دیگر قایق هم که شکسته، اگر وضع اینطوری پیش برود، چیزی نمی گذرد که به خاک سیاه می نشینی. همسر ماهیگیر شوهرش را دلداری داد، زخمای او را بست و دو سه روز بعد او از بستر بیماری بلند شد. ماهیگیر وقتی به ساحل رفت و قایق را در هم شکسته دید، فهمید که حالا حالاها باید تن به کار بدهد و قایق را تعمیر کند. چاره ای هم نبود. یک هفته ای را روی قایق شکسته کار کرد تا بالاخره قایق دوباره آماده و روبراه شد. مرد ماهیگیر باز وسایل کارش را برداشت، با زن و فرزندانش خداحافظی کرد و دل به دریا زد. حالا دیگر دریا آرام بود، خورشید عالمتاب همه جا نورافشانی می کرد. ماهیگیر با خودش گفت: دیگر طلسم بدبختی های من شکست، هم دریا آرام است، هم آسمان صاف، هم مرغ‌های دریایی مزاحم کار و صیادی من نیستند. باید هر طور شده امروز کلی ماهی بگیرم و تلافی این مدت را در بیاورم. او با این خیالهای خودش خوش بود که یک دفعه ماهی بزرگی را دید که دارد به طرف قایق می آید. ماهی را که دید با خود گفت: گره کور بختم باز شد، دیگر بهتر از این نمی شود. سید با پای خودش دارد به طرف من می آید. اگر بتوانم این ماهی را بگیرم، دیگر نانم توی روغن است. بعد تنابی از قایقش برداشت، یک سر آن را حلقه کرده، مثل شکارچی هایی که می خواهند با کمند آهوی را شکار کنند، تناب حلقه شده را به طرف ماهی بزرگ انداخت. وقتی خیالش راحت شد و فهمید که تناب به بدن ماهی گیر کرده، با تمام قدرت تناب را کشید، اما هر چه کرد نتوانست ماهی بزرگ را به طرف قایق و بعد هم به ساحل بکشد. برعکس این ماهی بود که یک دفعه از جا کنده شد، چرخی به دور خودش زد و قایق را به طرف نامعلومی کشید. ماهیگیر که بعد از چند روز تازه سرحال آمده بود و دوستاش هر طور که شده این ماهی را بگیرد، این بار مرگ را جلوی چشمان خودش دید. او کم کم فهمید ماهی خیلی بزرگتر از چیزی بوده که فکر می‌کرده. ماهیگیر برای آن که خودش را از این وضع نجات بدهد و ماهی را هم صید کند، جز پارو هر چه در قایق داشت به طرف ماهی بزرگ پرت کرد. اما انگار نه انگار، ماهی همانطور برای خودش می‌رفت و قایق و ماهیگیر را هم می‌برد. ماهیگیر که وضع را اینطور دید، دل به بیخیالی سپرد تا ببیند این ماهی کجا می رود و چه پیش می آید. او با این وضع دست و پنجه نرم می کرد. یک دفعه از دور جزیره کوچکی دید. ماهیگیر قبلا همین جزیره را دیده بود، اما تا آن وقت با آنجا سر نزده بود. عاقبت ماهی بزرگ قایق را به طرف ساحل جزیره برد. ماهیگیر و قایقش را به صخره‌ها کوبید و آنها را به حال خودشان رها کرد و رفت. ماهیگیر از قایق به بیرون پرت شد، اما خیلی صدمه ندید. حالا دیگر کلافه شده بود،
به قول معروف اگر کارت می زدی خونش در نمی آمد. او مدتی همانجا نشست و به بخت خودش لعنت و نفرین کرد. در این فکرها بود که یک دفعه صدای مرغ‌های دریایی را شنید. از جا بلند شد، گفت: ببین، این مرغ‌های دریایی اینجا هم دست از سر من بر نمی دارند. هنوز با این فکر مشغول بود که سر و کله همان مرغ دریایی پیدا شد. مرغ دریایی تا ماهیگیر را دید پرسید: تو اینجا چه کار می کنی جناب ماهیگیر؟ می دانی این جزیره از کلبه تو چقدر دور است؟ ماهیگیر گفت: تو خودت بگو اینجا چه می کنی؟ مرغ دریایی گفت: من آمدم به دنبال روزی خودم. آنجا نشد، اینجا به هر حال می گذرد. مگر روزی ما فقط آنجا نزدیک کلبه توست؟ اما تو که صاحب آن ساحل و آن طرف دریا شده ای، اینجا چه می کنی؟ ماهیگیر با این سوال مرغ دریایی سفره دلش را باز کرد. آنچه به سرش آمده بود برای پرنده دریایی تعریف کرد. آخر سر هم گفت: حالا من باید چه کنم؟ شاید اصلا دیگر در آن حوالی ماهی پیدا نشود. مرغ دریایی بال و پری زد، گفت: نه ماهی گیر، تو بد اقبالی نیاورده ای. اشتباه تو این بود که سالها از کنار دریا ماهی گرفتی، چیزی نگفتی. اما چند روز که از ماهی خبری نشد، ناسپاسی کردی، ما را از آنجا آواره کردی، با این خیال که ما جلوی رزق و روزی تو را گرفته ایم، در حالی که اینطور نبود. اگر بود، تو بایست تا حالا همه دریا را از ماهی خالی کرده باشی، چون دیگر ما نبودیم که جلوی کار تو را بگیریم و مانع روزی تو بشویم. بله عزیزان، ماهیگیر که فهمید همه این ماجراها وسیله‌ای بوده که او خود را بهتر بشناسد و بفهمد روزی رسان کس دیگری است، همراهان مرغ‌های دریایی به کلبه‌اش برگشت. دوباره مشغول کاروبار گذشته خودش شد. با کم و زیاد این دنیای فانی ساخت و با خوبی و خوشی زندگی کرد. قصه زندگیش همین شد که شنیدید. همراهان عزیز لذت داستان، امیدوارم که از شنیدن این حکایت‌های زیبا لذت برده باشید. روز و روزگار بر شما خوش.